آرنی تومر رئیس گروه تندروی اسلامی سازی نروژ را متوقف کنید، قصد سوزاندن نسخه ای از قرآن را داشت که پلیس از این اقدام وی جلوگیری کرد، اما وی در اقدامی دیگر به ساحت قرآن اهانت کرد. به گزارش شیوز و نقل از تلویزیون دولتی نروژ، اعضای این گروه اسلام ستیز در منطقه محل سکونت مهاجران در شهر کریستیانساند نروژ تظاهرات کردند. این منبع خبری افزود رئیس این گروه راست افراطی در نظر داشت نسخه ای از قرآن را بسوزاند، اما پلیس نروژ مداخله کرد و مانع از انجام این کار شد. تومر راستگرای افراطی پس از منع وی از سوزاندن قرآن از سوی پلیس در اقدامی موهن نسخه ای از قرآن کریم را در زباله انداخت. گفتنی است پس از این اقدام گروهی از شهروندان کریستیانساند در اعتراض به این اقدام خصمانه تجمعی اعتراضی در این شهر برگزار کردند و ضمن محکومیت توهین به قرآن، اسلام حراسی این گروه افراطی را بی مورد و از روی جهل دانستند. کارشناسان معتقدند معرفی سنی های تندرو به عنوان مسلمان به جهان و اقدامات تروریستی این گروه ها موجب برداشت غلط از اسلام در کشورهای غیر اسلامی شده و منجر به این گونه عکس العمل های افراطی می گردد.